برادرانی عزیز، انشاءالله فکر میکنم که از خودم سرکردگی تا همه شما را یک خستگی هم پیدا شدگی هست و در دقیقه های اندک انشاءالله من برای شما یک صحبت میکنیم تا با گفتی عزیزای خدا، با گفتی بندگان خدا که دعا میکردن خدایا همنشینی عاقلان کن، خدایا همردیفی عادلان کن، با گورستان از آن روزه بخسبم مرا همسایه صاحب دلان کن. و الحمدلله رب العالمین میگیم که این شب همنشینی ما و شما چیز زیبا همنشینی بود. محمد صدیق منشاوی در اطراف حیات با سعادت شوهر فاطمه دختر محبوب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پدر امام حسن و امام حسین، حضرت علی رضی الله عنه در کتابش میارد که وقتی روز عید رمضان بود، حضرت علی را نزدیکا و رفیقانش در حالت گریان دیدن. برادران، روزه های عید اصلا بینین که در چشم های ما و شما اشک نیست، بلکه روز فرح و روز خرسندی است. وقتی که از حضرت علی برادران عزیز پرسیدند که مقصد علت گریه چیست، حضرت علی گفتند یک ماه الحمدلله رب العالمین با زمین چقدر فقری که داشتم، این ماه مبارک روزه گرفتم، شب زنده داری ها کردم، قرآن را تلاوت کردم و دیگر عبادت های را انجام دادم. در خیالم این میگذرد که این زحمت های من پیش الله مهربان قبول شده باشد و نه. زنده ها از برادران عزیز، همه ما هم بعد این قدر به خوابی هایی که در این ماه مبارک یا خواندن از ورق های بسیار زیبای قرآن و یا از خواندن نماز تراویح، از آمدن پنج وقت به مسجد، از خاتمه این، از قبول این، باید ما هم اندیشه داشته باشیم که آیا پروردگار مهربان این را از ما و شما پذیرفته باشد یا نه. آیا الله مهربان روز قیامت ما را از صف روزدارانش بلند میکند یا نه؟ این اندیشه هم باید در ما و شما باشد. برادران عزیز، در حدیث های پیامبرمان شب قدر با چندین روایت هایی که آمده است در شبهای تاقی آخری از ماه رمضان، شما شب قدر جستجو کنید. وقتی حضرت مادر ما، برادران عزیز با دقت باشیم، برادران عزیز وقتی زیاد صحبت نمیکنیم، ولی این قدم های شما و این زحمت های شما، من اینجا در آگاهی دارم برادران چقدر از راه های دور آمدن، چقدر زحمت ها کشیدن، چقدر اخلاص ها قطع آمدن. زنده هاز این لحظه ها بسیار لحظه های غنیمت هم. حضرت عایشه مادرمان وقتی که این سخن پیامبر را که شنید، در شبهای تاقی از آخر این ماه شب قدر جستجو کنید، مادرمان حضرت عایشه سؤال داد: حضرت، مبادایی که اگر ما همین شب یافتیم،
بگذار شبی 23 بود، 25 بود، 27 بود، خود از همین شب ما یافتیم. آیا در این شب ما اقول فیها چی گوییم؟ پیامبر ما به حضرت عایشه تعلیم دادند، قولی اللهم اینک عفون تحب العوف فاعف عنی. ای عایشه، در این شب، این شبی که ما قرار داریم، بگو پروردگارا تو بخشنده ای، خداوندا تو بازم آن که بخشنده ای با بخشیدن را دوست می‌داری. الله مهربان، سهو خطای مرا ببخش. این تعلیمات پیامبرمان و مادرمون حضرت عایشه بود. برادرای عزیز، من پیش از آنی که در دوام صحبت برای شما چیزی گویم، خوب دقتید که برای چی پیامبرمان گفت از بین مردها محبوب ترین مرد و سوی من ابوبکر صدیق است، و از بین زنها محبوب ترین زن و سوی من عایشه است. برادر عزیز، این سوال عایشه را ببینید از پیغمبر نازنین. آیا زنی که از دین برای تو سوال کنه دوستش نمیداری؟ ولی برادر عزیز، امروزه از همین زنهایی که از ما و شما هستند، کم از زنی که از ما و شما سوال کنند که همین شب قدر مردک چگونه باید سپری کنیم، یا خوابه یا یکان کینو تماشا داره یا پروای شب قدرم ندارم. قسمتی از این ما همه اینها را برادر در نظر ندارم، ولی عایشه محبوب ترین زن پیامبر به خاطر آن بود که وای محبتی در دین داشت، وای پشتیبانی از دین داشت، و یک کان حیا بود. حتی بین حدیثی را که حضرت عایشه مادرمان خود روایت میکند که پیامبر ما گوی یحشر الناس حفاتن عراتن غرلن، روز قیامت وقتی که شما سر میبردارین در بدنهاتان لباس ندارین، پایهاتان لوچه، مردها در حالت بلند میشود که حتی ختنه نشده هم. عایشه مادرمان این سخن پیامبر را گوش کرد و بعد از آن گفت الرجال و النساء جمیعا ینظر بعضهم الی بعض، مردها و زنها همه یک جا اینها یک دیگر را میبینند. برادر عزیز، مادرمان عایشه را خیالش در حیا های، یعنی ما زنهایی بودیم که در دنیا ما را کسی از مردهای بیگانه ندیده بود، نه آستین کلته ما ندیده بود، نه پایهای لوچ ما ندیده بود، نه میانهای باریک ما ندیده بود. آیا روز قیامت ما در نظر اینها نمایان میشیم؟ پیامبرمان باز برای دوام این حدیث گفت الامر اهم من این زور بعض و میره بعض. عایشه گفت او روز آنقدر روزی سختی هست که انسانی که در پهلوت اگرچه پدرت باشد نمیشناسیش، دیگر با او نظرم نداری، با او اهمیتم نمیکنی، فقط با نفسی میگوی که خدای جان من خلاص کن. خلاص برادران عزیز، حقیقتاً اگر چی قدر خواهرها و مادرای ما پاک دامن و با حیا باشند، چی قدر جامعه ما آزاده ای، چی قدر جامعه ما آلوفته ای، چی قدر جامعه ما نیک ای و خیر ای. خدا رحمت کند، محمد اقبال لاهوری را میگفت جهان را خرمی از امهات است، نهادشان امین کائنات است. اگر این نکته را قوم نداند، نظام کار و بارش بی سپات است. شما یقین دانید که همه میگد بر مادرها وابستگی دارند، همه از مادرها وابستگی دارند. اگر این نکته را ما ندانیم برادرای عزیز، ما هیچ وقت اون خیری را که جستجو داریم
دریافت کردن میتونیم. برادران عزیز، من یک نکته دیگر رو میرسانم برای شما، بعدا خدا خواهد دعا میکنیم. نکته ای که من برای شما رسانیدنی بودم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظیم. برادران عزیز و گرامی، من وقتی آیت می خونم گمانم همینه که شما معنای آیت می فهمید. انما المؤمنون اخوه. بین چقدر نام زیبا مون ماندن. همه ما و شما یک نام زیبا داریم، امت محمد صلی الله علیه و سلم. هر نفری را که اگر پرسن امتی کی؟ امت محمد صلی الله علیه و سلم. آیا این عاقلانه هست برادران عزیز که این نام زیبا را ما سزاوار شدیم تا جای دلهای ما پر از رحمت، پر از برادری، پر از همکاری باشد، دلهای ما پر از بغض، پر از کینه، پر از حسد است؟ برادران عزیز، فکر میکنم که حتی برای ما دیر شده است. ما باید در قلب هامون نهال برادری شنانیم، باید قلبهای ما رب لبریز از برادری باشد. باید که ماها از یک قصه ای که حتی در سوره نمل، در سوره مورچه میگذرد، قالت نملتو، الله مهربان میگد قالت نملتو یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشکرون. الله مهربان بینید برادر عزیز، وقتی حضرت سلیمان همراه عسکراش در وادی مورچه ها داخل شد، میگه مورچه، الله مهربان میگه صدا زد. مورچه چی گفت؟ یا ایها النمل. مورچه های دیگر گفت ای مورچه ها، ادخلوا مساکنکم، در داخل سوراخی هاتون دراید، لا یحطمنکم سلیمان و جیوشه و هم لا یشعرون، تا سلیمان و عسکران سلیمان شما را پایمال نکنند ناآگاهانه. اونها درک ندارند، شما را نمیبینند تا شما را پایمال نکنند. مفسرای گرامی، برادرای عزیز، در زیر این میگد این مورچه را ببینید، این مورچه را بین که برای مورچه های دیگر نگران است و میتونست که با تنهای خودش در داخل سوراخش در آید، ولی فریاد زد مورچه های دیگر را که داخل سوراخی ها شوید تا شما را سنبه های اسب ها پایمال نکند. صاحب تفسیر میگد اگر همین مسئولیتی را که مورچه احساس کرد، اگر امت محمد صلی الله علیه و سلم احساس کنند، اینها اینقدر خسته و پریشان و پراکنده نمیشن. ولی افسوس برادران عزیز که ماها در غم جان یکدیگر نیستیم. ما در نسبت یکدیگر شاید نگاهی نداشته باشیم. حدیثی را خواندم که ثلاث من کن فیهی، در کدام انسان سه چیز باشد، برادرای عزیز، سه چیز باشد، لا یغفر الله له سوى ذلك، غیر همین سه چیز را میگه خداوند میبخشد، ولی این سه چیز را میگه الله نمیبخشد. اینها چی ها هستند؟ یکم، هر کسی که از دنیا رحلت کند زمانی که همراه او شرک باشد، شرک با خدا آورده باشد و با همین عقیده شرکالود خود دنیا را پدرود گوید، این پیش الله مهربان میگه بخشیده نمیشود. دویم برادرای عزیز، لم یکون ساحرن، دویم کسی که جادوگر نباشد، دویم نفری را که الله مهربان میگه نمیبخشم، این نفر جادوگر است.
ولی در این وطنهای ما و شما هم جادوگرها بسیار داریم. حتی از برادرای ما و شما هم با شاید که پیش امونها برای یک حاجت همکره باهم. پیامبر گرامی میگو من اتا کاهینن او عرافن فصدقه بما یقول فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. کسی پیش یک جادوگر برای یک حاجت میرود یا سخنی او را تصدیق میکند، او با قرآنی که بر محمد نازل شده است کافر شده است. دویم اینا گفت، سیوم گفت ولم یحکر اخی. سیوم گناهی را که خدا نمیبخشد این است که کسی برادر مسلمانش را تحقیر میکند. زینی هاست برادران عزیز، ماها باید در نسبت یکدیگر بسیار گمان نیک داشته باشیم. ولی ابوبکر و راقی را قصه شا میاره، مولوی جنونی میگد پدر را یک شب او دید در خواب پریشان حال بین جمع احباب. بگفتش ای پدر چون از حالت، چرا زرد از گلگون جمالت. پدرش وقتی در قبر مان، آخی پدری سرشاگیر بود، پدری آدمی با تقوا بود، پدری همه کارش ای ترس خدا بود. وقتی در خواب دید که چهرش زرد، دید بسیار ناراحت، ای از پدرش سوال کرد. پدرش در جواب بگفت، بگفتش صعب شد کار ای جگربند، همان دم که جدا شد بند از بند. وقتی که شما مرا ترک کردین رفتین، کارم بچم بسیار مشکل شد. مشکلیش چی بود؟ ندایه شد چی آوردی به درگاه، چی داری از عبادت توشه ای را. بگفتم 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و تقوا، زود و تقوا. جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیار لایق ترین شایسته مسعود. وقتی گفتم 60 حج کردم پروردگارا، نماز خواندم، روزه داشتم، ای ترس تو مقصد یک قدمی بی جان ماندم. میگه جوابی آمد که اینها نزد خدا قبول نشیدن. با چی داری؟ بلرزیدم به خود زان و هم چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. از ترسم میگه دندان به دندان زدم، دندان هم شکست. ندای شد که روز یاد داری، گرفتی خارک از ره گذاری. مبادای خلط در پای مؤمن، بیازارد کفی جوینده دین. پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردیم جای تو در قصر جنت. میگه تو روز یاد داری که یک خار را از سر راه گرفتی که تا در پای یک برادر مؤمن نخلد. همین عمل تو گفت برای ما بسیار خوش آمد و ما به خاطر این عمل نیکت تو را در قصرهای جنت جا کردیم. ما حدیث مشهور داریم، لقد رأیت رجولا یتقلب فی الجنه فی شجرت قطعها من زهر طریق کان توز المسلمین. مردی را در جنت دیدن که همه امکانیت داره در درون جنت، همه شرایط دادگی هم. میگه پیامبر گرامی پرسید این کی باشد؟ گفتن یک نفری بود که یک نوده درختی که مردم آزار میداد همون را پاره کرد، دور کرد. خداوند همه امکانیت برای این مرد داد. عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها فوجدت فی مساوی اعمالها النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن. پیامبر میگد شب معراج اعمال امتام، بدیها و نیکیهاشون پیش چشمم ارزشی، گناه بدی اینها را دیدم، کسی در مسجد توف بکند و او را نمی پوشاند. و نیکی ترین نیکی ها را دیدم که چی بود؟ الازایومات و عنی طریق، آزار اثر راه مسلمان دور کردن بالاترین ثواب بود است. برادران عزیز، از این رساندنی ها اینقدر برای شما گفتنی هم که در نسبت یکدیگر ترحم داشته باشید، بر نسبت برادراتان همیشه گمان نیک داشته باشید. ابو مسلم خولانی را حکایه میکنند، میگد میخواست از راه گذرد که در جاش توقف کرد، ایستاد. گفتن حضرت چرا نمیگذری؟ گفت در اونجا یه توده مردم ایستادگی است،
قایده سنت همینه که آدم طاقه گذار، آدم طاقه باید جماعت سلام تیاب. حاضر من اگر گذارم اونها را سلام تیم، اونها سلام من را جواب نگردانند و همه اونها در من سببگار گناهگار شدن اونها میشم. بگذار در همین جا میستم تا پراکنده شدن همون قوم، یعنی نمیخواهم که به خاطر من اونها گناهگار شوند. چی گمانهای نیک داشتن برادرای عزیز. زنده هست، نمازم الحمدلله نعمت های، روزه هم نعمت های، ولی برادری و یک دیگر احترام کردنم این بسیار یک گویم داغی روزه برای ما شما. علای مهربان در بین همه ما و شما الفت و محبت زیاد بگردانه بود و در گرد این موضوع بسیار گفتنی ها هست، ولی انشاءالله گفتی عزیزای خدا یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیشی کور است. انشاءالله برای انسانی که اهل فهم باشد همین آیتی که مؤمن برادر مؤمن است برای ما و شما کفایت میکنند. در حق یک دیگر بدبین نباشید، بدخواه نباشید. یک دیگر را گفتی استاد ما که در بین ما و شما می خبرکشی به حد رواج شده، خدا تونه این قهار ذلیل نکنین، این قدر خدا تونه